برام خدا به خبر ساعت ده خوش آمده. در آغاز سرخط مهمترین خبرها، واکنش ها در برابر قتل مولانا سمیع الحق، کشته شدن پدر معنوی طالبان مشهور در پاکستان و افغانستان واکنش های را برانگیخته است. سمیع الحق وژنه زه د سولې دپاره یو نیک ګام بولم. هغه څوک چې د سولې په امنیت کې داسې پنجاب رسېږي لکه بولي سمیع الحق. بازداشت 22 تن در پیوند به ترور جنرال رازق. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که به زودی تمامی جزئیات ترور رازق را با مردم در میان خواهند گذاشت. طالبا با دستگاه استخباراتی کشور همسایه این موضوع را به حساب یک استراتژی تعیین کردن که افراد مؤثری که در چوکات نظامی و سیاسی وجود دارند چگونه هدف قرار بدن. با تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان، جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلام نشد و دبیر کمیسیون انتخابات میگوید که این کار چند روز به تاخیر افتاده است. تقویم امروز اعلان هم نمی کنیم، علت شمیست که منتظر عذاب و جریان های سیاسی هستیم که امون نظرات خدا رسما با ما شریک کنند که بالاخره ما به کدام طرف بریم. و دو روز دیگر تا وضع سخت‌ترین تحریم های امریکا بر ایران. سلام و وقت شما بخیر. من مسعود ملک هستم با خبرهای این ساعت تلو و تلو نیوز. کشته شدن مولانا سمیع الحق که به پدر معنوی طالبان مشهور بود در پاکستان و افغانستان واکنش‌های را برانگیخته است. در افغانستان مرگ مولانا سمیع الحق را ضربه بر پیکر هراس‌افکنی میگویند، اما در پاکستان چنین پنداشته می‌شود که در ماه‌های اخیر وی در تلاش‌های واشنگتن از بهر تامین صلح در منطقه سهم گرفته بود. مولانا سمیع الحق که رهبر شاخه‌ای سمیع الحق جمعیت علمای اسلام پاکستان بود، افغانستان را کشور اشغال شده می‌شناخت و از جنگ در این کشور پشتیبانی می‌کرد. خبر ناگهانی و کوتاه پخش گردید و در لحظات بعد این خبر با عکس مولانا سمیع الحق در پاکستان و افغانستان دست به دست شد. کسی که همچون پدر معنوی طالبان شناخته می شد با ضربه های چاقوهای مردانی در خانهش در شهر راولپندی پاکستان کشته شد. ساعت بعد پسر جنرال حمیدگل رئیس پیشین ISI که با شنیدن خبر مرگ سمیع الحق به سوی راولپندی در حرکت بود نیز آماج حمله مردان مسلح ناشناسی قرار گرفت. هم زمان که این حمله قاتلانه بر مولانا انجام شد و وی را کشتند، بر من هم که به اسلام آباد می آمدم دو موتر از عقب و جلو شلیک کردند. مولانا سمیع الحق رهبر شاخه سمیع الحق جمعیت علمای اسلام پاکستان بود. او که در دهه 80 و 90 میلادی در دو دور عضو مجلس سنای کشورش هم بود، همواره ضد دولت‌های افغانستان شعار می‌داد و از جنگ‌ها در برابر این دولت‌ها پشتیبانی می‌کرد. اداره جنگ طالبا توسط دیگران است. اینها یک شال پوش هستند که گپ می‌زنند. تصمیم اداره معلوم است که چه ترتیب است و الا لانه عملی طالبان در کجاست؟ غربی‌ها خوب می‌دانند. دارالعلوم حقانیه که در سال 1947 میلادی در حکوره خطک ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان فعال گردید، نیز از سوی مولانا عبدالحق پدر سمیع الحق تأسیس شد. این مدرسه که هزاران دانش آموز دارد، با آموزش دادن برخی از رهبران بلندپایه طالبان همچون ملا عمر، ملا اختر محمد منصور و جلال الدین حقانی معروف است و نیز گفته می شود که صدا دانش آموز این مدرسه در جنگ ها در برابر دولت های افغانستان سهم داشتند. د سمیع الحق وژنه زه د سولې دپاره یو نیک ګام بولم. هغه څوک چې د سولې په امنیت کې داسې پنجاب رسېږي لکه بولي سمیع الحق. خپل هیواد ته وفاداره شئ، که نه دغه هیوادونه درنه دغسې استفاده کوي او په اخره کې د خپله وژني. در این میان طالبان در خبرنامه ای از کشته شدن مولانا سمیع الحق ابراز ناراحتی میکنند و مرگ او را سایه جبران ناپذیر برای پاکستان میدانند. در پاکستان هم دیدگاه ها در این باره دیگرگون هستند. من تو
فکر میکنم که تمامی پاکستان از حزب او هستند. نه تنها پاکستان بل مردم افغانستان هم مردم او هستند. مرگ او برای پاکستان یک ضایعه است، زیرا وی در گفتگوها با طالبان نقش مهمی داشت. در این اواخر او وظیفه گفتگوها را با طالبان گرفته بود. مولانا سمیع الحق در انگام مرگش 81 ساله بود و به گفته نزدیکانش در روزهای اخیر از سوی کسانی به مرگ تهدید شده بود. با این حال تا اکنون کسی و یا گروهی به گونه رسمی مسئولیت قتل سمیع الحق را به دوش نگرفته است. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که در پیوند به ترور جنرال رازق فرمانده پیشین کندهار و رئیس پیشین امنیت ملی کندهار 22 تن بازداشت شدند و تحقیقات از بازداشت شدگان هنوز هم ادامه دارد. رئیس عمومی امنیت ملی که همراه با وزیران امور داخله و دفاع ملی به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود، دستهای را در درون و بیرون در ترور جنرال رازق دخیل میداند و میگوید که به زودی تمامی جزئیات را با مردم در میان خواهد گذاشت. چگونگی ترور فرمانده پیشین پلیس و رئیس امنیت ملی کندهار و نیز قتل عبدالجبار قهرمان نامزد پیشین مجلس نمایندگان در ولایت هلمند پای مقام های امنیتی را به مجلس نمایندگان کشانیده است. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که حلقه های در درون و بیرون پیش از این 4 بار برای ترور جنرال رازق برنامه ریزی کرده بودند. طالبا با دستگاه استخباراتی کشور همسایه این موضوع را به حساب به حیث یک استراتژی تعیین کردند که افراد مؤثری که در چوکات نظامی و سیاسی وجود دارند چگونه هدف قرار بدهند. نهادهای امنیتی و استخباراتی میگویند جزئیات بیشتر را در پایان بررسی هایشان با مردم در میان خواهند گذاشت. افراد تشخیص شدند این نفر کی بودند، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که ایره تربیه کرده، در کجای ایره بردن و به کدام ترتیب اینا دوباره آورده شده. کسی به نام بصیر نام است و در خود تیم محافظین قندار در مقام ولایت بوده. اینا هم لحظه که حادثه میشه امروزی فرار میکنه و بعد از اینکه همکارای ما تعقیبش میکنن اینا پیش از پیش تا ولسوالی ارغستان رسیدن و بعضی تلفنشان خاموش است و احتمال میره که فعلا در چمن باشم. در همین حال شماری از نمایندگان ترور و جان باختن جنرالان و مقام های دولتی را برخواسته از ناتوانی نهادهای استخباراتی می دانند. وقتنم داده چه در دقیق قضیه عاملین باید پس ازا و رسیگی در چاپ کلاسو زمان جنرالان او زمان قواوی تغلوی ضرر چه رسیدل لغا در امنیتی زواکونو در کشفی ارگانونو در ناکاری در وجه ننه. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که 22 تن در پیوند بر رویداد کندهار بازداشت شدند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری را امروز اعلام کند، اما دبیر این کمیسیون میگوید که پس از رایزنی ها این کار چند روز به تاخیر افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات میافزاید که نتایج نخستین انتخابات مجلس نمایندگان از روز 19 ماه عقرب به روز 2 ماه قوس و نتایج کابل به روز 10 ماه قوس به تاخیر افتاده است. این نهاد میگوید که هنوز رایزنی ها درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با احزاب و دیگر نهادها پایان نیافتند. دو جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری را که کمیسیون مستقل انتخابات آماده کرده است، هنوز تصمیم نهایی درباره یکی از این دو طرح گرفته نشده است. امی که تقویم امروز اعلان هم نمی کنیم، علت شمی است که منتظر عذاب و جریان‌های سیاسی هستیم که امون نظرات خود رسما با ما شریک کنند که بالاخره ما به کدام طرف بریم. بر بنیاد یکی از این زمانبندی ها، اگر انتخابات ریاست جمهوری تنها برگزار شود، این تقویم باید روز شنبه اعلام می شد و در روز نخست ماه قوس روند ثبت نام های رای دهندگان که از ثبت نام بازماندن در 24 همین ماه، روند ثبت نام های نامزدان ریاست جمهوری در 2 ماه هود تمامی مواد اساس انتخاباتی باید آماده می شدند و از روز 3 تا روز 15 ماه حمل سال آینده انتقال مواد انتخاباتی به ولایت ها و مرکز های رای دهی انجام می شدند و سرانجام در روز 31 حمل سال 1398 هجری خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردید.
آیا دو کمیسیون ظرفیت و مدیریت برگزاری انتخابات دارند؟ متاسفانه امی انتخابات پارلمانی نمونه مثال بود از اینکه مردم در صفای طولانی ایستاده شدند. متاسفانه کمیسیون ها ظرفیت و توانمندی و مدیریت و صداقت لازم را ندارند. قبل از رفتن برای تقویم انتخاباتی هر آنچه که مهم است آوردن اصلاحات کلیدی و ژرف و توسعه یا تقویت ظرفیت نهادهای انتخاباتی هست. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان خبر می دهد. همه ولایات بدون کابل به دوی قوس و ولایت کابل به دای قوس تغییر کرد. کمیسیون انتخابات می گوید که دستگاه های شناخت بایومتریک از 23 ولایت به کابل رسیدند و تا کنون نتایج انتخابات 8 ولایت به مرکز معلوماتی این نهاد ثبت شدند. تمامی برگه های نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و نزدیک به 50% از مواد حساس انتخاباتی ولایت فرا در سقوط مرگبار چرخبال روز چهارشنبه گذشته در این ولایت نابود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نزدیک به نیم از دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهندگان این ولایت نیز در این رویداد از بین رفتند. قرار بود این مواد حساس انتخاباتی از ولایت فرا به ولایت هرات انتقال داده شوند. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات فرا میگوید که نیمی از مواد حساس انتخاباتی این ولایت به شمول دستگاه های شناخت بایومتریک و تمام برگه های نتایج انتخابات مجلس نمایندگان نابود شدند. سیلیت های محافظتی مربوط تمام ولایت فرا بود و مواد بایومتریک در حدود 45% ولایت فرا در اون 6 صندوق بود. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز میپذیرد که 7 صندوق مواد حساس انتخاباتی ولایت فرا در سقوط چرخبال در این ولایت نابود شدند. صندوق شماره 1 به تعداد 42 پایه دستگاه بایومتریک، صندوق شماره 6 به تعداد 40 پایه پرینتر، صندوق شماره 7 به تعداد 80 پایه پاور بانک، صندوق شماره 9 به تعداد 40 پایه پرینتر، صندوق شماره 11 به تعداد 18 پایه بایومتریک و 28 پایه پاوربان، صندوق شماره 13 فرم نتایج 42 مرکزی رای دهی. اما با نابود شدن برگه های نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و نیمی از دستگاه های شناخت بایومتریک، سرنوشت انتخابات در ولایت فرا چی می شود؟ فرم نتایجی که در صندوق گذاشته شده بود به کابل انتقال می شد ای از بین رفته، ولی اونم فرم یک دو صندوقی که در اوجه مانده کده آرا ای فرم در اوجه است. هفته پیش دو چرخبال ارتش شماری از مقامهای محلی و مواد حساس انتخاباتی را از ولایت فرا به هرات انتقال می دادند و یکی از این چرخبال ها که 27 سرنشین داشت سقوط کرد و تمام سرنشینان جان باختند و مواد انتخاباتی که در این چرخبال بود نیز نابود شدند. در این حال یافته های نهادهای ناظر بر روند انتخابات نشان می دهند که مشکلات روز انتخابات مجلس نمایندگان برخواسته از ناتوانایی های مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات بودند. این نهادها می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات از نابسامانی ها و نارسایی های انتخابات مجلس نمایندگان باید بیاموزند. نهادهای ناظر بر انتخابات پس از بررسی‌ها بر روند انتخابات مجلس نمایندگان یافته‌هایشان را با رسانه‌ها در میان می‌گذارند. تأخیر در باز شدن مرکزهای رای‌دهی، نبود و یا ناقص بودن فهرست نام‌های رای‌دهندگان، آشنا نبودن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از چگونگی کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک، نارسایی‌هایی بودند که از سوی این نهادها ثبت شدند. د ټاکنو قانون څلور اتیام ماده په ډیر صراحت سره وایي چې تمدید دل ځان ته 2 ساعته دی دویم ورستنه یو خدا د قانون خلاف کار شو چې دویم ورځ ته لپاره ټاکنې لاړی نه هیڅ تم دی میزان. اما کمیسیون مستقل انتخابات در این باره چنین دیدگاهی به دست میدهد. کسایی که در روز 28 29 و در روزی که قندهار ولایت قندهار انتخاباتش برگزار شد غفلت کردن و سبب نارسایی و کمی و کاستی در روز انتخابات شدن، کمیته موظف به کارش قبلا آغاز کرده. ما امیدوارم تا ختم امروز یک مقدار از این به کمیسیون ارائه شود.
در همین حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی در روز انتخابات در برخی از مرکزهای رایدهی به ناظران انتخاباتی اجازه نظارت را ندادند. میزان 29 میزان و همچنین 5 عقرب در ولایت قندهار نیروهای امنیتی به اشکال مختلف در پروسه انتخابات دخالت‌های خود داشتند. از جمله مهمترین مشکلاتی که حداقل نیروهای امنیتی برای ناظرین ما به وجود آوردن ای که در خیلی از مراکز و محلات رایدهی اجازه ندادن به ناظرین ما که برن و نظارت خود داشته باشند. اکنون نهادهای ناظر بر انتخابات نگران انتخابات ریاست جمهوری هستند. آیا کمیسیون قادر خواهد بود که انتخابات پارلمانی را دو کمیسیون ها با می چالش هایی که وجود داشته در امون زمان را که در تقویم ذکر کردن نتایج نهایی را اعلان می تانند کرده یا خیر؟ اگر نتایج از این به تأخیر بفته آیا انتخابات ریاست جمهوری را باز؟ می تانند در زمان دو زمان برگزار بکنند که این سوال است که کمیسیون باید از بایی پاسخ بده. کمیسیون هر دو طرح ها را گفته و یک روز دو روز فرصت برشان هم دادند که امو طرح هایشان را کتبی بمبا بده که کدامش به این شرایط افغانستان مناسب تر است برای فعلا. در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان را در زمان از پیش تعیین شده اعلام کند. تا لحظات دیگر. شرط طالبان برای سپردن جسدهای سرنشینان چرخبال در فرام. باز هم خوش آمدید. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی میگوید که تا هنوز جسدهای سرنشینان چرخبالی که 4 روز پیش در ولایت فرا سقوط کرد پیدا نشدند. آقای بهرامی میافزاید که این چرخبال به علت مشکلات فنی و زیاد بودن شمار سرنشینانش سقوط کرد. در این حال طالبان با پخش خبرنامه‌ای گفتند که جسدهای سرنشینان این چرخبال نزد آنان هستند. طالبان گفتند که پیکرهای جان باختگان این رویداد را هنگام تحویل خواهند داد که جسد قاتل جنرال رازق فرمانده پیشین پلیس کندهار را تحویل بگیرند. چهار روز از سقوط چرخبال ارتش در ولایت فرا سپری شده است، اما تا اکنون پیکرهای سرنشینان این چرخبال در دست طالبان هستند. طالبان گفتند که این پیکرها را هنگامی به خانواده هایشان خواهند سپرد که پیکر کسی که به جنرال عبدالرازق حمله کرد را به دست دارند. یک عملیات را در ساحات جیجک اجرا کردیم، متاسفانه که در او ساحات اجساد نبود. فعلا بخشای استخباراتی ما بالای تثبیت موقعیت از او کار میکنن. یهول از کسان مرکز تا هم در از رخوش سیویدی، اتخاذ سیویدی، خول کرونی دست و سیویدی. وزیر دفاع ملی که برای توضیح درباره اوضاع امنیتی کشور و مجلس نمایندگان آمده است میگوید که درگیری ها میان نیروهای دولتی و حراس افغانان در چندین ولایت ادامه دارند و میگوید که تهدیدها در مقایسه با امکانات نیروهای دولتی بسیار بلند هستند. این توطئه‌های کلان تنها به تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی مهار نمیشه. ایجاب وزیر میکنه که ما دست به دست بتیم و همه ما از نیروهای امنیتی حمایت بکنیم. در حالی که شماری از نمایندگان مقام‌های نهادهای امنیتی را در تامین امنیت ناتوان می‌دانند، اما مجلس امروز به این 3 مقام ستایشنامه‌های از بهر تامین امنیت روز انتخابات داد. تا لحظات دیگر. تلاش‌ها برای صادرات معیاری در کشور. ادامه خبرها.
برای نخستین بار سه موتر بار با کالاهای بازرگانی کشور با گرفتن مجوز تیر به هدف بازارهای پاکستان حرکت کردند. مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که با آغاز آزمایشی روند حمل و نقل کالاها با کارنت تیر، پس از این موترهای باربری افغانستان با گرفتن مجوز تیر به پاکستان رفت آمد خواهند کرد. از سوی هم مسئولان وزارت مالیه به کارگیری از سیستم تیر را برای معیاری شدن خدمات ترانزیتی و بازرگانی و حل مشکلات بازرگانان در گمرک ها مهم میدانند. یکی از علتهای توسعه آتش‌سوزی جمعه شب در جاده نادرپشتون شهر کابل وجود یک ذخیره‌گاه 5000 لیتره نفت در نزدیک این آتش‌سوزی بوده است. وزارت امور داخله هرچند علت اساسی این آتش‌سوزی را روشن نمی‌سازد، اما می‌گوید که وجود کالاهای آتش‌زا و آتش گرفتن یک ذخیره‌گاه سوخت که مربوط یک شرکت‌های مخابراتی بوده است در توسعه این آتش‌سوزی نقش داشته است. از سوی هم شمار از دکانداران در جاده نادرپشتون نارسایی‌های اداره اطفائیه نیروهای امنیتی را در این رویداد انتقاد می‌کنند. تا لحظات دیگر، افزایش آلودگی هوا در دهلی نو، آمریکا تا دو روز دیگر بخش دوم تحریم‌هایش را بر ایران وضع می‌کند. دونالد ترامپ می‌گوید که این سخت‌ترین تحریم‌های این کشور بر ایران خواهد بود. با این حال وزارت خارجه ایران می‌گوید که این کشور درباره تحریم‌های آمریکا نگرانی ندارد. ایالات متحده می‌خواهد که با وضع تحریم‌های تازه صادرات نفت ایران را به صفر برساند و خطوط کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی این کشور را تحریم کند و با منجمد ساختن دارایی‌ها و تحریم‌های دیگر از داد و ستد ایران با کشورهای جهان جلوگیری کند. همان گونه که میدانید این تحریم ها بر ایران آغاز می شوند و ایران یک ضربه بزرگ خواهد دید. اکنون ایران کشوری نیست که دو سال پیش بود. از هنگامی که من به توافقنامه هسته‌ای پایان دادم، این کشور بسیار تغییر یافته است. ایالات متحده برای برداشتن تحریم هایش از ایران 12 شرط گذاشته است که پایان دادن به حضور نظامی ایران در سوریه، پایان دادن به حمایت از هراس افغانی و توقف کامل برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران از مهمترین آنها هستند. اما ایران که می‌گوید از این تحریم‌ها بیم ندارد، از آغاز تولید هواپیماهای جنگی در این کشور خبر می‌دهد. به زودی تعداد قابل توجهی به تعداد مورد نیاز از این هواپیما تولید خواهد شد و در خدمت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. ایالات متحده می گوید که کشورهایی که این تحریم ها را عملی نسازند جریمه خواهند شد. اما برخی از کشورها مانند ایتالیا، ژاپن، هند و کوریای جنوبی با واشنگتن به توافق رسیدند که برای مدت از این جریمه ها معاف باشند. اما واشنگتن می گوید که این کشورها باید واردات نفت را از ایران کاهش دهند و سرانجام آن را به صفر برسانند. در ادامه هم چند خبر دیگر از جهان. یک مرکز آموزشی برای سگها در شهر دوهوک در شمال عراق باز شده است. در این مرکز آموزشی سگها در بخش امنیتی آموزش داده می شوند، مواد انفجاری را کشف کنند و موترها را بازرسی کنند. افزایش آلودگی هوا در دهلی نو، بازار فروش ماسک‌ها و دستگاه‌های تصفیه هوا را در هند گرم‌تر ساخته است. اما برخی از باشندگان این شهر می‌گویند که توان خریدن ماسک‌ها را ندارند و بیشتر به بیماری‌های تنفسی دچار می‌شوند. پزشکان در دهلی نو به مردم توصیه کردند که هنگام گشت و گذار در ساعات مزدحم از ماسک‌ها کار بگیرند. پایان خبر خاص سلو، وقتتان بخیر، خدا و نگهدارتان. در طولانی و زم نگاه دوباره به سرخط خبر. واکنش ها در برابر قتل مولانا سمیع الحق.
کشته شدن پدر معنوی طالبان در پاکستان و افغانستان واکنش های را برانگیخته است. بازداشت 22 تن در پیوند به ترور جنرال رازق. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که به زودی تمامی جزئیات ترور رازق را با مردم در میان خواهند گذاشت. و تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان. جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلام نشد و دبیر کمیسیون انتخابات میگوید که این کار چند روز به تاخیر افتاده است. و دو روز دیگر تا وضع سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا بر ایران. شماره دانشجویان در کابل ابزارهایی را برای مبارزه با تغییرات اقلیم ساختند. این جوانان میگویند که با این ابزارها می توانند اثرهای ناگوار تغییرات اقلیمی را کاهش دهند. در این حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست هشدار می دهد که اگر برای کاهش تغییرات اقلیمی کار انجام نشود، کشور با چالش‌های بزرگ روبرو خواهد شد. اینجا شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت، آموزگاران و دانشجویان در دانشگاه کابل گرد آمدند و درباره مبارزه با تغییرات اقلیمی در کشور تبادل نظر می‌کنند. سال گذشته تمام چراگاه از بین رفت، وقتی چراگاه از بین رفت مواشی نابود شدند. 50% مواشی در افغانستان کاهش پیدا کرد. زراعت از بین رفت، زراعت للمه به کلی نابود شد. بخش وسیع افغانستان اقتصاد زراعتی وابسته به زراعت للمه است. وقتی که زراعت للمی از بین رفت، بخش زیادی از مردم افغانستان بیکار شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید افغانستان از کشورهایی است که از تغییرات اقلیمی بیشترین آسیب ها را دیده است. ما را تشویق کنند در این راستا و به ما زمینه دیگه مساعد کنند بیشتره که ما در این راستا بیشتر فعالیت کنیم. همزمان با این شماری از دانشجویان دانشگاه کابل میگویند ابزارهایی ساختند که می توانند با کاهش آلودگی هوا از زیانهای تغییرات اقلیمی بکاهند. در کار با حکومتم یوازی نیست که دلتا باید سکتور خصوصی، جامعه مدنی، مدنی چولانه یعنی دینی علما او نور و هر ارخ دزمور در چولانه باید پدی که مرسته وکی. این در حالی است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید خشکسالی‌های اخیر در کشور بیش از 200 هزار تن را بیجا ساخته است و به مرگ شمار بزرگی از مواشی آنان انجامیدند. یک بزرگ قوم در ولایت بدخشان ادعا دارد که از سوی فرمانده پلیس محلی ولسوالی جرم پس از لاتوکوب برای چندین ساعت زندانی شده است. این بزرگ قوم ولسوالی جرم میگوید افراد وابسته به سید عمر فرمانده پلیس محلی ولسوالی او را لاتوکوب کرده است و پس از آن در یک زندان شخصی با یک سگ برای چند ساعت زندانی بود. اما سید عمر فرمانده پلیس محلی ولسوالی جرم بدخشان میگوید این بزرگ قوم افراد وابسته به طالبان است و چندین بار قصد ترور وی را داشته است. این مرد عبدالواحد نام دارد و یکی از بزرگان قومی ولسوالی جرم بدخشان است. این بزرگ قومی ادعا دارد که دو نگهبان سید عمر فرمانده پلیس محلی این ولسوالی وی را لاتوکوب کرده است. وی میگوید که فرمانده سید عمر وی را برای چندین ساعت زندانی کرده است. ده نفر میرم با سنگ، با چوب، با قنداق، با ما اندازه که زدنم چپه شدم، لینگم گرتن لینکش کرد، یک تکو دارد، دمی زیدی تمیرش یک تکو است. یک سگ درنده زالین دمو داخل تکو بر قشتک بندیم کرد. قضیه به ما معلوم نیست که چی گفت، یا به خاطر کمپاین است، به خاطر اقدای شخصی است، یا به خاطر بند بودن ایزم. اما فرمانده پلیس محلی ولسوالی جرم میگوید که برادر عبدالواحد ولسوالی نام نهاد طالبان است. آجوید شخصی است که نمایندگی آیسای پاکستان میکنه. با تعداد اگام 400 سهونیم سه نفر من الله تو کوب کرده در شو عرکت دادگی آور دادگی سک دیگه او یک نفری است که کلی مالات طالب کلی بر تمات چیدی تامیل ایسای جوید میشه. از سوی هم فرماندهی پلیس بدخشان میگوید که برای بررسی این رویداد هیئتی به محل فرستاده شده است. قماندانی امنیه ولایت بدخشان شکایت کرده که قماندان صاحب امنیه ولایت بدخشان ارگان های کشف را اوجا فرستاده برای تحقیق. بعد از قضیه که معلوم شد و هر کس مقصر باشد با ارگان های عدلی و قضایی معرفیش میکنیم. خانواده این بزرگ قوم عدالت میخواهد و میگوید که به پرونده اش رسیدگی شود.
شمار از باشندگان ولایت ننګرهار در اعتراض به قطع برق این ولایت از سوی مخالفان مصالح دولت خیمه برپا کردند. این باشندگان میگن که از یک ماه بدین سو سیمهای برق وارداتی به این ولایت در منطقه بادپخ لغمان قطع شده است که به همین علت به شمول بیمارستان ها، دانشگاه ها و شمار از نهادهای نیز برق ندارند. شورای ولایتی ننګرهار حکومت را نیز در حل این مشکل به بی‌پروایی متهم می‌سازد. در اینجا شمار از باشندگان ولایت ننګرهار در اعتراض به قطع برق وارداتی به این ولایت خیمه برپا کردند. این باشندگان میگویند که از یک ماه بدین سو برق وارداتی به ننګرهار قطع شده است و حکومت در حل مشکلاتشان ناتوان است. دومره غټه ستونزه ده، محصل چې د مطالعه نشي کولی، معلم چې ده هغه خپل کتاب نشي کتلی، هر څه یعنی ننګرهاریانو ته ډېره غټه ستونزه او د معمولي خبرې. مساجدو کې هم همدغسې ستونزه ده، او ولس چې دی بیا عام ولس د ګڼو ستونزو سره د برق د نشتون د وجې نه هغه مخامخ دی. از سوی هم شمار از این خیمه نشینان ادعا دارند که قطع برق وارداتی بر ولایت های ننګرهار و لغمان یک حرکت مافیایی است که شمار از کارمندان شرکت برشنا نیز در آن دخیل. لتیرو سو متواترو کلونو د ننګرهار سره یو لوبه کیږي، او هغه خپله د برېښنا مسؤولین او چارواکي کې چې په داخل کې لاس لري د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر باندې موږ ته ښکاره شواهد او ثبوت په دې عقله باندې لاسته راغلي دي، ویناوې موجود دي، کلیپونه موجود دي. د ننګرهار د خلکو په سترګو کې شګې اچول کیږي، همیشه د ننګرهاریانو سره دروغ ویل کیږي. دلته ډېرې لوی ملي پروژې موږ لرلې، دوی حتی راغله په دې بانه باندې چې دلته موږ د سولر برېښنا افتتاح کوو. نه یوازې دا چې افتتاح یې نه کړه، بلکې هغه عملاً هیڅ شتون نه لري. شرکتی هسته که به مردم خدمات برقرسانی میکنه، مربوط سیاست و گروه و حزب و بیرق نمیشه. پس اینا همی را کوشش نکنند که آلی فشار بالایی از پروژه عمل منفی را آلی فشار بسازند. مردم ننګرهار و لغمان بسیار با مشکلات جدی و شدید روبرو هستند. با قطع سیم برق وارداتی به ننګرهار، شمار از کارخانه داران این ولایت نیز از کمبود برق به کارخانه هایشان شکایت. آنان میگویند که به همین علت شمار از کارخانه ها در این ولایت متوقف شده. سه پروژه همگانی که از سوی کشور ترکیه در مزار شریف عملی شده است امروز به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها مشمول ساخت یک مرکز آموزشی برای زنان با سازی لسته استقلال و ساخت سرسبزی در ساحه دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ است که با هزینه مجموعه 350,000 دلار ساخته شده است. رئیس دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه بهره برداری این پروژه ها را نمونه از دوستی میان دو کشور ترکیه و افغانستان میداند. ساخت این مرکز آموزشی ویژه زنان در شهر مزار شریف بخشی از پروژه هایی است که از سوی کشور ترکیه عملی شده است. این مرکز آموزشی بر گستره حدود یک جریب زمین و در 3 منزل که 9 ماه را در بر گرفته ساخته شده است. ما در اینجا برای گشایش 3 پروژه گرد آمدیم. همچون سرسبزی ساحه دانشگاه تعلیم و تربیه در دانشگاه بلخ، مرکز آموزشی برای زنان که در 3 طبقه ساخته شده است و با سازی لسه استقلال و ایجاد یک کتابخانه در این مکتب است که هر 3 از پروژه های عمده هستند. و فراموش نکنیم که آموزش و پرورش برای ما بسیار مهم هستند. معاون عمومی آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه که در مراسم گشایش این پروژه ها به مزار شریف آمده است میگوید که این دفتر از آغاز فعالیت خود تا کنون در افغانستان بیش از 1 میلیارد دلار را در بخش های گوناگون همچون آموزشی، بهداشتی، ساختمانی و زراعتی مصرف کرده است. تیکای آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در 65 کشور جهان دفتر دارد که 3 دفتر آن در ولایت های کابل، بلخ و هرات است. ما به افغانستان اهمیت ویژه قائل هستیم. ما در بخش آموزش، بهداشت و زراعت افغانستان را کمک می کنیم و این نشانه حسن نیت ما به این کشور است. ما به این کمک های خود ادامه می دهیم. در این میان معاون والی بلخ از تلاش ترکیه برای عملی کردن پروژه های همگانی در این ولایت ستایش می کند و بخش از کارهایی را که انجام شده است یادآوری می کند. افتتاح تعمیر پرورشگاه ولایت بلخ، مکتب لیسه دخترانه در ولسوالی دولت آباد، کلینیک صحی در قریه شادیان، خب همچون موارد بسیار زیادی است که در این ولایت یا اعمار کردند.
افزون بر این معاون عمومی دفتر تیکا میگوید که تلاش ها برای افزایش کمک هایشان در افغانستان ادامه دارد و آنان از هر نوع پیشنهاد مردم در راستای بهبود بخش های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی ستایش میکنند. سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری 66 شاخصه دیگر را برای عملی سازی راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری تا سال 2020 میلادی پیشنهاد کرده است. این سکرتریت میگوید که 38 شاخصه که دو سال پیش در این بخش مشخص شده بودند تا هنوز به گونه کامل عملی نشدند. سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری مربوط دفتر ریاست جمهوری اینجا نشست را از بهر مشوره با نهادهای جامعه مدنی در پیوند با شاخصهای تازه راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری برگزار کرده است. بهبود نهادهای اقتصادی و بهبود ارائه خدمات دو محور تازه هستند که در این راهبرد اضافه شدند. رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری میگوید که از میان 38 شاخصی که دو سال پیش مشخص شده بودند 27 شاخص آن به گونه کامل عملی شدند. 7 شاخص آن در مراحل نهایی هستند، 3 شاخص پیشرفت 50% داشتند و تنها یک شاخص پیشرفت بسیار محدود داشته است. ارزیابی معتبر مالی هست از سکتور امنیتی یا فورنزیک آدیت که میگن که جزء تعهدات ما بود و متاسفانه 3 اداره که مسئولیت گرفته بودند اما حس مالکیت بین اینا گنگ بود. اما دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست عملی شدن 27 شاخص را حقیقی نمی‌داند. ایجاد نشدن اداره بازرس و کمیسیون مستقل خدمات قضایی را از مهمترین موارد آن می‌گوید. آنچه که نیاز بودی بود که اداره بازرس ایجاد بشه و این بازرس وزرایی که متهم به فساد هستند و فعلا در کابینه افغانستان می نشینند اینا را سبکدوش بکنه، هستوی دیگه کمیسیون مستقل مبارزه علی فساد اداری ایجاد بشه. بر بنیاد گزارش سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، حزب افغانستان از فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی از مهمترین شاخصهای هستند که عملی شدند. از سوی هم شناخت بایومتریک نیروهای ارتش و پلیس و ثبت دارایی‌های کارمندان و مقام‌های حکومتی از شاخصهای هستند که تا هنوز به گونه کامل عملی نشدند. چین وعده سپرده است که 60 میلیارد دلار را به پاکستان وام می‌دهد. عمران خان نخست وزیر پاکستان که اکنون در نخستین سفرش در چین به سر می‌برد، هین بازدید با همتاهای چینیش گفته است که این پول در زیربناها، بندرها، پارک‌های صنعتی و دیگر بخش‌ها هزینه خواهند شد. این در حالی است که پاکستان در سال‌های اخیر میلیاردها دلار دیگر را نیز به گونه‌ای وام از چین دریافت کرده است. عمران خان که برای یک سفر 4 روزه به شهر بیجینگ رفته است با مقام های این کشور دیدار کرد. پاکستان به سفر عمران خان به چین به برخی از اهدافش که گرفتن وام از چین بود نیز رسیده است. بر بنیاد گزارش ها مقام های چینی وعده سپردند که نزدیک به 60 میلیارد دلار را برای سرمایه گذاری در بخش های گوناگون در پاکستان به این کشور قرضه می دهند. در جریان دیدار دو طرف روشن ساختند که چین با پاکستان همکاری می کند و برای تحکیم روابط و حل مشکل های اقتصادی از پاکستان پشتیبانی می کند. همچنان اقدام های ویژه در این باره روی دست گرفته خواهد شد. در این زمینه دو طرف گفتگوهای مفصل نیز خواهند داشت. پس از سال 1980 این 13مین بار است که چین کمک های گسترده مالی را به پاکستان می دهد. تیرگی روابط میان واشنگتن و اسلام آباد اثرهای منفی بر اقتصاد پاکستان داشته است و از همین رو مقام های پاکستانی تلاش دارند تا روابطشان را با چین که از کشورهای سرمایه دار جهان است بیشتر از پیش گسترش دهد. سویدن کوچکترین پناهجوی افغان را اخراج می کند. اسحاق محمودی 13 ساله 3 سال می شود که در سویدن به تنهایی زندگی می کند. اسحاق که باشنده ولایت غزنی است 3 سال پیش هنگامی که با پدر و مادرش از راه های ایران و ترکیه می خواستند به اروپا بروند، پدرش در آب های ترکیه غرق شد و مادرش را نیز گم کرده است. دشوارترین راه ها را پیموده تا به اینجا رسیده است. 10 ساله بود که با پدر و مادرش از غزنی کمر سفر به اروپا بستند. آبهای شور ترکیه جان پدرش را می گیرند و از مادرش نیز جدا می شود. 3 سال است که به تنهایی در سویدن زندگی می کند، اما این کشور پروندهش را رد کرده است. 3 تا منفی داد دیگه می خواهد دیپورت کنه و
اونجا که وضعیت خراب است غزنی، دیگه کسی هم نیست اونجا که من برم پیش زندگی کنم. اکنون اسحاق در خانه کاکایش بسر می برد. تا نیمه های همین ماه فرصت دارد تا این کشور را ترک بکند. درست در اوضاعی که جنگ ها در غزنی شعلاور هستند و کسی را نیز در آنجا ندارد. سیبیدن میگه ما یک نهاد دولتی رقم اینجا پیدا میکنیم که ایره تحویل بگیره، ولی ما و شما که افغان هستیم خوب میفهمیم که اونجا همچه نهادی وجود نداره که بگیره از اینا زندگیش تضمین شود. در این مدت اسحاق خیلی خوب زبان سیفیدنی را آموخته است. او در یکی از سیمهای نوجوانان سیفیدنی فوتبال میکند، اما با شدت نگران آینده اش است. از شماره میکنم که هرگاه کی میای که مرم بگیرم مثل دیگران روان کنه در افغانستان و غزنیم که جنگ است و سقوط کرده. نزدیک به 45,000 پناهجوی افغان از راههای غیر قانونی به سیفیدن آمدند. در این میان نزدیک به 70% این پناهجویان افراد زیر سن هستند. بسیاری از پناهجویان افغان پرونده هایشان رد شده است و آنان با خطر اخراج روبرو هستند. عبدالولی آریان، تلو نیوز، استکهلم. برای نخستین بار سه موتر بار با کالاهای بازرگانی کشور با گرفتن مجوز تیر به هدف بازارهای پاکستان حرکت کردند. مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که با آغاز آزمایشی روند حمل و نقل کالاها با کارنت تیر، پس از این موترهای باربری افغانستان با گرفتن مجوز تیر به پاکستان رفت آمد خواهند کرد. سوی هم مسئولان وزارت مالیه به کارگیری سیستم تیر را برای معیاری شدن خدمات ترانزیتی و بازرگانی و حل مشکلات بازرگانان در گمرک‌ها مهم می‌دانند. با نشر همین گزارش هم تا لحظات بعد خبرهای ورزشی را ببینید. خدا نگهدار. هرچند افغانستان 7 سال پیش برای بکرگیری از مفاد عضویتش در سازمان جهانی جاده، حمل و نقل کالاهای بازرگانی را با صدور کارنت تیر به شمار از کشورهای منطقه آغاز کرد، اما این نخستین بار است که یک محموله 75 تن پنبه و میوه های تازه با گرفتن کارنت تیر از اتاق تجارت و صنایع به هدف پاکستان حرکت می کند. سیستم تیر به ما این کمک می رسانه که داد و ستد دو جانبه باشه و همچنان هر دو طرف یا تمام شرکا باید از معیاراتی که تعیین شده یکسان وضع میشه و یکسان قابل تطبیق است. تیر دسی و سیستم ده چه اغیر که من من حیث گمرک به هم جنجال نخلاصی و زکر کل چه محموله پده بندر بندر نوزی نو اسناد و سره نی فاقد اسنادی یا آدم یا گاهی دی محمولو چې حکم مالکین دی دی بارچلانه والا دی نو هیله مې امدا ده چې دغه سلسله موږ دی اتو شرکتونو پورې محدود نه کو نور شرکتونو هم باید موږ دی ته تشویق کو. نارسایی ها در دادن ویزا برای رانندگان، مشکلات در بخش عبور جاده‌ای برای موترهای باربری کشور و نبود موافقت نامه های ترانزیتی و بازرگانی دو جانبه و چند جانبه از چالش های بزرگ در برابر حمل و نقل کالاهای بازرگانی کشور از راه زمین با شمار از کشورهای منطقه بودند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که حکومت باید بیدرنگ به مشکلات در این بخش رسیدگی کند. عدم موجودیت پالیسی مشخص تجارتی به منظور تشویق عوامل حمل و نقل برای استفاده از سیستم تیر، موجودیت مشکلات دریافت روتپاس برای وسایط نقلیه افغانی تحت سیستم تیر از کشورهای عضو کنونسیون تیر موتر روان کنیم. در این مدت زمانی که ما استفاده کردیم از سیستم تیر، ما تا سرحدهای خود توسط دریورهای خود موترها را انتقال میدادیم، اما متاسفانه در مرز ما یک دریور خارجی را استخدام میکردیم، با اونا پول انگفت میدادیم و اعتبار هم چندان نداشتیم سرش، ولی با وجود از این ما رسک قبول کردیم. صدور کارنت تیر پیش از این هم در سالهای گذشته هم به گونه نمونه‌ای از سوی حکومت آغاز شده بود، اما در سالهای گذشته در این عرصه پیشرفت‌های زیادی صورت نگرفت. شماره از بارچلانان افغانستان میگویند که حکومت پیش از اینکه برای صدور کارنت تیر کارهایش را آغاز کند، پیش زمینه ها را باید برای بکارگیری از این سیستم فراهم بسازد. زبیح الله جهانمل، تلو نیوز، کابل. رقابت های انتخابی تیم سنوکر شهر کابل صبح امروز از سوی فدراسیون سنوکر برگزار گردید. در این رقابت‌ها نزدیک به 60 ورزشکار از سراسر باشگاه‌های سنوکر کابل برای 10 روز با هم رقابت خواهند کرد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی سنوکر کشور گفته شده است.
و برگزاری همچون مسابقات و رواندازی همچون مسابقات به خاطر ازی است که ما بتانیم استعدادهای پوت و پنهان آشکار بسازیم، استعدادهایی که واقعا نهفته است تا بتانیم روی صحنه بیاریم. در همین حال ورزشکاران سطح این رقابت‌ها را بلند می‌گویند و برگزاری چنین رقابت‌ها را برای به دست آوردن عضویت تیم ملی اثرگذار می‌دانند. تلاش از فدراسیون که یک چهره‌ای نو ببینند، یک چهره‌ای جدید باید است، یک استعدادهای نو ببینند. دیگه ما ان شاء الله که در مسابقه ما مشترک کردیم. دیگه امروز روز اول مسابقه بود، مسابقه خوب پیش رفته. بازیکن‌های خوبی هستند، جوانان، نوجوانان. چهره های نو ما فعلا میبینیم که در مسابقه شرکت کردن، ان شاء الله که ببینیم بازی های خوب ارائه کنند. قرار است در پایان این رقابت ها 16 چهره برتر برای تیم انتخابی سنوکر کابل برگزیده شوند و سپس برای به دست آوردن عضویت تیم ملی سنوکر کشور با 16 چهره از ولایت های کشور با هم رقابت کنند. مریم ممتاز در سال 1374 در کابل چشم به جهان هستی گشود، اما زادگوی اصلیش ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب است. مریم از دوره مکتب علاقه زیاد به ورزش داشت و سرتیم تیم مکتب بود و تا زمانی که فارغ صنف 12 شد برای تیم بسکتبال مکتب بازی میکرد. او بعد از آن به خاطر علاقه‌ای که با بازی‌های تک به تک یا انفرادی داشت تغییر رشته داد و با ورزش شمشیر بازی که هم انفرادی و هم تیمی است رو آورد و خواست از جمله اولین دخترهای شمشیرباز افغانستان باشد. فراز و نشیب خود داشته از زندگی ورزشی، روزای نخست ورزش ما چون به فرهنگ افغانی ما تجنب میکرد، یک چیز جدید بود به افغانستان، به مردم های افغان، به او خاطر کاملا یک چیز ناشنا بود، زیاد به دیده قدر نمیدیدن به ورزش ما. مریم با علاقه و تلاش که داشت به زودی به تیم ملی را پیدا کرد و مسئولیت سرتیمی تیم ملی شمشیربازی کشور را نیز بر عهده گرفت. مریم در اولین مسابقات شمشیربازی تیم ملی باروان توانست به مقام سوم دست پیدا کند و بعد از اولین مسابقاتش در چندین رقابت ها اشتراک داشت به مقام اول دست پیدا کرد، که از جمله می توان از مسابقات شمشیربازی به مناسبت هفته شهید از طرف کمیته ملی المپیک، مسابقات شمشیربازی به مناسبت روز زن از طرف شهرداری کابل و مسابقات شمشیربازی به مناسبت روز جهانی شمشیربازی یاد کرد. مریم جان یکی از دخترایی است که پرتلاش است، پابند به تمرین است، یک شاگردی که البته که نظم دیسیپلین حاضریش منظم باشد، طبعا مربی میتونه که تقسیم اوقات خوبی را بر اونا آماده بسازد. مریم دختر خیلی کارکن، فعال و زحمت کشی است و همچنان در بخش فایل ما مقام اول را دارن. خیلی دختری با اخلاق، خیلی دختر با احساس، همیشه کارکن بوده. مریم در اولین سفر ورزشی خود به کشور روسیه رفت و در کنفرانس ورزشی که زیر چتر رهبرهای جوان ورزش برگزار شد اشتراک کرد. بانو ممتاز ورزش شمشیربازی را جز زندگی خود می‌داند و بزرگترین هدف ورزشیش هم رشد رشدی شمشیربازی در افغانستان باشد. می‌خوام شاهد روزی باشم که هزار بانوی دیگه بتونه که فنسر و شمشیرباز واقعی باشه و بتونن به افغانستان قهرمانی بیارن و افتخار کسب کنن. یکی از عادت‌های مریم که زیاد دوست دارم امی است که زیادتر همون گپ که میزنه عملی میکنه. مریم در کنار ورزش مصروف کار در یکی از رسانه‌های دیداری می‌باشد و همزمان در یکی از پهنتون‌های شخصی در رشته ژورنالیسم ادامه تحصیل می‌دهد. مریم خانواده و استاد خود را عامل موفقیت‌های خود می‌داند. شکست سنگین 5-1 در ال کلاسیکو باعث سقوط رئال مادرید بر رده نهم لالیگا به اخراج خولن لوپتیگی شد تا سانتیاگو سولاری جوان هدایت رئال مادرید را بر عهده گیرد و حالا او در اولین تجربه لالیگایی خود میزبان تیم ردششومی وایادولید که عملکرد فراتر از انتظار انجام داده خواهد بود. دنی کارواخل، خصوص وایخو، رافائل واران، مارسلو و ماریانو غیرازران رئال مادرید برابر وایادولید هستند و در ترکیب رقیب نیست که کوک قطعا به این دیدار نخواهد رسید.
رئال مادرید در تقابل‌های اخیر خانگی برابر وایادولید حداقل موفق به زدن 3 گل شده و در هر 5 دیدار آخر خود در برنابو نیز مقابل این تیم پیروز بوده است. اما کهکشانی ها در هر 3 بازی اخیر خود در لالیگا مغلوب شده و شرایط هرگز خوبی ندارند. اما در سوی مقابل وایادولید 6 بازی است که شکستی را پذیرا نشده و این دیدار میتواند آزمون مهم برای سرمربی جدید رئال مادرید یعنی سانتیاگو سولاری باشد. با این حال سولاری در نشست خبری پیش از بازی تیم وایادولید را تیم قدرتمند عنوان کرد و از آمادگی شاگردانش نیز سخن گفت. و تکنیکی است. کار تیمی آنها عالی است. آنها در شرایط عالی قرار دارند. چنانچه 7 بازی گذشتهشان را با برد پشت سر گذاشتند. از همین رو ما یک بازی با نظم و جدی را با هم انجام خواهیم داد. بعد از تساوی بدون گل برابر اتلتیکو مادرید، رئال معمولا نتایج ضعیف در لالیگا گرفته و آنها بعد از مدت ها به دنبال کسب پیروزی هستند.